سخنگوی پنتاگون گفت وزارت دفاع آمریکا هنوز در مورد جزئیات طرح و تعداد نیروهای نظامی به افغانستان که رئیس جمهوری آمریکا در چارچوب استراتژی جدید خود هفته پیش اعلام کرد در حال کار و بررسی است گزارشی در این باره مقامات وزارت دفاع روز دوشنبه گفتند پنتاگون هنوز آماده پیشبرد استراتژی جدید پرزیدنت ترامپ برای جنگ افغانستان نیست و تصمیم نهایی در این زمینه هنوز اتخاذ نشده است سخنگوی پنتاگون دوشنبه گفت ژنرال ماتیس وزیر دفاع آمریکا جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا را مسئول تهیه طرح دستیابی به اهداف استراتژیک پرزیدنت ترامپ در افغانستان کرده است و افزود برنامه ریزی جدی هنوز در حال انجام است جدول زمانی برای تکمیل آن وجود ندارد و به محض آنکه ژنرال دانفورد توصیه ها را ارائه دهد وزیر دفاع در مورد چگونگی حرکت به جلو و تعداد نیروهای اضافی که باید اعزام شوند تصمیم خواهد گرفت پرزیدنت ترامپ هفته پیش پس از ماها بحث استراتژی جدید روش مبتنی بر شرایط برای افغانستان را در پایگاه نظامی خارج از واشنگتن اعلام کرد از این به بعد شرایط حاضر در صحنه نه زمان بندی های دلخواه استراتژی ما را تعیین می کنند. پرزیدنت ترامپ جزئیات کمی در مورد تعداد نیروهای اضافی مورد نیاز در افغانستان و نحوه حمایت از نیروهای افغان در جنگ با طالبان و گروه تروریستی دولت اسلامی ارائه کرد. دشمنان آمریکا هرگز نباید از برنامه ما آگاه شوند یا باور کنند برنامه ما را میدانند و صبر کنند تا خاتمه یابد من نخواهم گفت ما کی قرار است حمله کنیم ولی حمله خواهیم کرد دولت تعداد نیروها را اعلام نکرده ولی انتظار می رود 3900 نیروی اضافی به افغانستان اعزام کند در حال حاضر 8500 نیروی آمریکایی در افغانستان مستقر هستند و 3500 نیروی دیگر آمریکایی در چارچوب ماموریت‌های موقت در آن کشور حضور دارند. جنرال جوزف فوتل فرمانده منطقه آمریکا هفته پیش به خبرنگاران گفت نخستین گروه از نیروها خیلی زود ظرف چند هفته به افغانستان اعزام خواهند شد. مقامات نظامی میگویند طرح جدید برای افغانستان زمانی که تهیه شد ممکن است نیاز به سازماندهی مجدد برخی از نیروهای موجود در زمین را داشته باشد. شهلا رستی صدای آمریکا واشنگتن